احمد جواد 20 ساله دانش آموز صنف 11 هم است. او میگوید با آنکه 3 بار از سوی نیروهای نظامی ایران به گونه اجباری اخراج شده است، اما بیکاری او را ناگزیر ساخته تا درسش را رها کرده و به ایران برود. خونی ما در کف دست ماست. از اینجا که میرم از اینجا که حرکت میکنیم که خون ما در کف دست ماست. ما میرم که یک کار کنیم، غریبی کنیم، اینجا کار نیست، بیکاری است. عزیز رحمان 22 ساله جوان دیگر است که از بحر دریافت کار می خواهد به ایران برود. او می گوید که پیش از این 5 باری دیگر از سوی دولت ایران به گونه اجباری اخراج شده است. سر کار بود، ما را گرفت، گفت شما را کی گفت دیجا بیاین برین در افغانستان خودتان، مثلا کشور ما را آمدن رسوا کردن. هم تو گپار زد، آدم اذیت کرد، می زنم اصلا پول زیاد می گیره. همزمان فعالان حقوق مهاجران در ایران میگویند که تمدید نشدن روند سرشماری مهاجران افغان نگرانی هایی را برای آنان به وجود آورده است. هرچند با اجرایی شدن طرح برگه‌های سرشماری در ایران اخراج های اجباری تا حد زیادی کاهش یافته است، اما با این حال این دست مهاجرین نگرانی های خود را در بخش تمدید برگه‌های سرشماری و ثبت نام در مکاتب دارند. از سوی هم امارت اسلامی میگوید که آنان تلاش میکنند تا چالش های مهاجران افغان در ایران را از راه های دیپلماتیک حل و فصل کنند. ټول هیوادونه کې سیزمور هیوادوال وسیږي د اسلامي امارت مسولین د اوغلارو څخه په ډیپلوماټیک برخه کې له هیوادونو سره لري هڅه کوي چې د هغوی ستونزې کمې شي. ولې اوس په هیواد کې امنیت د کار زمینه برابره ده، د خلکو لپاره د یو آرام چاپېریال برابر شوی ده. زموږ هیوادوال که باید خپل هیواد ته راسي. روند سرشماری مهاجران افغان در ایران در ماه ثور امسال آغاز و تا نهم سرطان ادامه داشت و به گفته مسئولان دولت ایران در این سرشماری 2,300,000 مهاجر افغان ثبت نام کرده‌اند.